پولام با این یه دلار میشه 8 دلار. اگه 10 دلار دیگه جمع کنم میتونم یه هفتیر حسابی واسه خودم بخرم. اسلحه میخوای چیکار کنی پسرم؟ دوره هفتیر کشا دیگه تموم شده. چند سال پیش فرض بودن خیلی بیشتر از پولای بانک هست داشتش. یه عمر طول میکشه تا آدم خبره بشه پسر جان. چون اگه حریف آدم فوت و فن هفتیر کشی رو بدونه اون وقت تنها فرض بودن کافی. بهرحال من باید یه هفتیر بخرم ببندم. اون وقت میخوام بدونم تو این شهر کی جرأت داره منو پیپه در مادر صدا بکنه. ممکنه هم باید پدرم میخواد باهات حرف بزنی. جدی؟ شما که منو داخل آدم نمیدونستی؟ راستی حق با توه ولی حالا اونجا فرق کرده. درست دوم هیچ وقت به کسی اطمینان نکن. یه درست دیگه باید به موقع از آنسایه استفاده جزاش حسابی نشونه رفت. آفرین تو قطع بری. آفرین دیگه زندگی مو مدیون تو هستم. اصلا مدیون من نیستی. منو همراه خودت میبری. نه تا حالا چند دفعه ازت پرسیدم ولی بالاخره نگفتی واقعا تو چی کاره ای. بسیار خوب الان برات میگم. تو خیلی از کار بیفرز میکنی. البته ممکن از نظر سرعت عمل فرز سراتون باشی ولی برای زنده موندن عوامل دیگه ای هم وجود داره. مثلا تجربه. تو میخوایی بین ما رو به هم بزنی؟ آره راستش من از طرف دولت مرکزی مأمورم تا یه دادم کشی رو که این شهر رو قلق کردن دستگیر کنم. رئیس بانک و صاحب کاسه و کلانتر از جمله طالبی جز به این بازار. البته همه منو مهتر این شهر میشناسن. تو باید با من همکاری کنی. طالبی از همشون خطرناک‌تره. اونطور هم به راه بد که شده نباید کمکش. نه من ولش نمیکنم. اینجا هیچکی منو داخل آدم نمیدونست. یادته؟ بالاخره یه روزی میرسه که تو حقایقو میفهمی از اون متنفر میشی. من دستور دارم اگه مقاومت کنه بکشمش. از تو میخوام که اگه من نتونستم این ماموریت رو به آخر برسونم تو کار منو ادامه بده. اینکه اصلا حرفای تو رو باور نمیکنم. خداحافظ اسکات. هیچ وقت پشت سر هم زامنو نکش. فقط ماشره بکش. این حرفی بود که طالبی هم بهم میگفت. نه نمیرم. دیدی چجوری از لحظه میکشی؟ ولی موضوع چیه؟ این یکی از کلکاشه. تو اینطوری تیراندازی میکنی ولی اون اینطوری.